سلام بروقت یوتیوب سال اقتصادی هستم امروز بعد این مهمون دارم که کاره خفن میکنه تو اینستاگرام و یوتیوب هم جایی شروع کرده محسن گل محسن تکرار تکرار یا تکرار, تکرار. نه. نه تکرار من اشتباه میگن تکرار حالا بریم تو قضیه من قضیه رو میشکافم واسه بریم تو... تو دل کار آره چون تکار با ت... تکرار با دو تکرار دوتا دنیا دو دو متفاوته نه نه یه نه, نه. تکرار تکرار رار یعنی چی؟ ببین داستان کلیش این شکلیه که حالا نمیدونم تو در جریانی یا نه مثلا اون سال 1290 اینا توی ایران وبا میاد نمیدونم اینو یادت یا نه یعنی تو که یادت نیستن مثل دیروز یادم یا نه <applause> بعد از وبا میاد ما یه بابا مثلا بابای بابا بزرگ بابا من مثلا 19 20 سال داداش بودن دیگه اون موقع کنترل نمیداخته و بچه رو میآوردن کلا بعد اینکه وبا میاد همه میمیرن الا یه دونشون بعد اون میشه تک این داست... تا اینجا داستان تکشه راره آه. چیه توی زبان محلی ما که یه سمت تخت جمشید و ایناست رار به معنا مثلا قد بلند و نیرومند و این داستان هاست و موقع میکنم به ما حال دادن گذاشتن تکرار مثلا تا بابا بزرگ من هم تو شناسامش این دوتا جدا بود بعد اومد این ور داستان این, ورداصان، این ورداصان, انقلاب دیگه این دوتا چسبید به هم همه به ما میگن تکرار ولی خب اصالتش تکرار آره تکرار خب خیلی خفن تره تکرار یعنی به قول خود هم یه تک داره توش هم یه لغتی که تو نمیدونی این تکرار احبه. میشه این تکراری <تصفيق> <تصفيق> خیلی یه داشتم تو چیز تو دوران ابتدایی اینا معلم ها وای وای ولی ببین سوالی خوبی داره مثلا تکرار رو کسی که میشنوه حالا همه که اول نگاهش میکنن تکرار رو دیدن یعنی این شکلی که حداقل یه بار تکرار رو دیدن به خاطر همین حس آشنا پنداری میکنن اوایلش یکم زخمیت میکنه مثلا تا میری تو بانک میگه تکرار دیگه تکرار نشه <applause> ببین اصلا باورت نمیشه مثلا تو بانک اینو بهت میگم معلم اینو بهت میگه رفیقت اینو بهت میگه خب تو هر باید بگی ایک اول چه جو جو که تو حرفا بگی عجب جو که باهوشی من اولین باری که اینو شنیدم <تصفح> ببین حالا یکم که میگذره خوبیاشو متوجه میشی مثلا دیگه الان من میرم تو مثلا مامور بانک رو دوبار ببینم بار دوم مطمئنا با من مثلا تو ذهنش خاطر ساخته دیگه رفیق شدیم با هم دیگه خاطر این باحال مثلا است خوبم داره آره فامیلی منم که اصلا دیگه اقتصادیم سی آدم فکر میکنن که لقب گذاشتم برای خودم <laughs> جدی فامیلیت از بیس اقتصادیه بدون آره. پس و پیشاره آره مثلا که خانواده پدر بزرگ مادر تو بیزنس سنگین بودن دقیق ترین فامیلی که میشد انتخاب کنی براتون اقتصادی اقتصادی فکر کنم فامیلی که سیاسی باشه او این بده بعد از این از بیس ذهن نام بود مثلا از آقای سیاسی بیمارستا میبردنش چی کرده بچه این اصلا مشکل داره اسم نگاه کن شما بیس کار مشکل داره میدونی از داستان خب واسه روسیه بود تاکسی درمی ببخشید اینو بگم فیلم فیلم روسیه بود تاکسی درمی بچه‌ش به دنیا میاد با دم به دنیا میاد بعد مثلا به خاطر این دم تو آخر زندگی تو بدبختی اینم هم دقیقا همین میشه چونم هم بپرس میتونم اتفاق بیفته چون دم داشتیم افتاده دیگه الان فکر کنم دوباره در بیاد آره دیگه نه به خیلی به این قضیه نمیشه استناد کرد ولی موافقم ما در چیزی امکان پذیر دیگه من داشتم فکر کردم دور فرض کن مثلا دم نیافتاده بود الان هنوز دوم, هنو دوم داشتیم خیلی موقع من اینو فرض می‌کنم بعد میگم مثلا فرض کن میدی توی مثلا چیز توی هاپ ما ها همشینو خیلی فکر می‌کنم میگم فکر کنم بعد همه صندلی بعد یه سوراخ داشتن بعد این دومه میومد بیرون بعد همیشه بعد یه جوری با این دیلم که دم طرف تو دهنته چون که میگه نمی‌تونی یه دونه صندلی اینقدر جوری مثل که برای ساحل مطمئنا برای مثلا آفریقایی و آسیایی میزان سوراخش متفاوت بود یکی بزرگتر یکی کوچیکتر آره مهم بود دومت مثلا چه بزرگ باشه مسخرت میکنن او دوم کوتوله آره دقیقا اون دیگه بدم بود اجازه مثلا حضر خصوصی نمیشه آره میاد بیرون همه میدیدن بای سایت میدیدن ولی خب بعد باز میگفتن نه ایش ربطی نداره به اونجات این قضیه چیز متفاوته آقا یه سوال چی شد که اصلا وارد اینترنت شدی خب برام تعریف کن از خودت بگو چند م... سالگی شروع کردی بیشین از خودم بگم آره دیگه من مخ... ما... پریدین تو این قضیه مهم نیست سلام <تصفح> بریم سلام من محسن عجب خوب چطوری بچه‌ها لوس اصلا تو صدا و سیما میخواد خودش معرفی کنه آقا فکر کنم یه سری از سابای تو منو میشناسن سابسکرایبر یا های تو منو میشناسن پنج سال یه تقریبا تو فضای مجازی هم داستان کلیش این بود که خیلی پیش مثلا سال 90 و و 96 من اومدم تنهایی کار شروع کردم و چی شد؟ من تعریف کنم شب میشه گفتی من میخوام پول در بیارم من میخوام معروف شم من دوستان مردم رو چی شد؟ آجه عب... ابتدا به ساکن که اصلا از اینجا شروع نشد از زمان دبیرستان شروع شد که من تو کار فیلم کوتاه بودم یعنی مثلا من یه کمد دارم پر این, پر این تقدیر که از فیلم کوتاه گرفتم و مقام این برای شهرستان و فلان و اون برای جشنواره مشهد شیراز تهران اوه پس اصلا تو این کار دوست داشتم آره مثلا تو بازیگری که خیلی زیاد قضیه رو دوست داشتم شدید و سنگین کلاسا رو برو این و بر اون بر پیگیری کن فیلم کوتاه بساز فیلم بلند بساز یکی دو تا فیلم هم تو صدا و سیما پخش شد اون موقع ها زمانی که خیلی پیگیر بودم آقا این گذشت تو ما رفتیم خدمت دیدیم قضیه ازش پول نمیشه در آورد اشتباه من رفتم عمران خوندم با این کسان هیچ علاقه هم به عمران نداشتم رفتم عمران خوندم مثل 99 درصد بچه های دیگه مثل خودم آجی ولی علاقهش سنگین به بازیگری اصلا جلو دوربین بودم و من حس خوب میده این شکلی بگم خلاصه دیگه سال 96 که خدمت من تمام شد گفتم او اصلا اینجوری من نیست خودم رو ببندم ای رفتم این تست دادم اون بر تست بازیگری دادم دیدم نه خیلی اصلا نمیشه روش حساب کرد که آقا یه فیلم به تو بدن بازی کنی نقش اصلی بهت بدن تا یکی دو تا نقش دوم داشتم آقا. مثلا توی اون سه دو ماه مرکز فارس چون اون موقع تو شیراز فعالیت میکردم داشتم ولی اینجوری نبود به من یه نقش خوب دهن پر کن بدن یا باید پارتی داشتی یا باید پول میدادی یا اینکه مثلا باید ای بابا اونجا پارتیه با. قولی میخوردی او اصلا سنگین از همه جا هر چقدر شهرستان کوچولوتر باشه پارتی ها سنگین دیگه آشنابازی بیشتر از نگاه من البته هر چی میگم به قول سهيل تو یکی از پادکست ها دیدم هر چیزی میگه قبلش میگه از ذهن خودم آقا روش حسابی نکنین فقط ذهنیت منو اصلا حساب داستان روش نکنین بله آره کلا همیشه میگم تو ویدیو میگم هر چی میگم نظر منه نه باید گوش بدی نه باید باور کنی احتمالاً اشتباهه آجی ما هرچی رفتیم دنبال این بازیگری یه جایی به ما نقش بدن یه کار خوب انجام بدیم فلان دیدیم نه ببین استعدادی حالا نمیخوام بگم استعدادشو داشتم یا نه ولی خب رزومم بد نبود اون موقع میگم دو تا کار پخش داشتم تو صدا سیما چه میدونم چند تا فیلم کوتاه جشوارای مختلف یه دونه جشوار لهستان فیلم کوتاه یکی از دوستام رفته و که من نقش توش داشتم هرچی گشتیم آقا این سوراخ رو ما پیدا نکردیم به قول گفتنی میگن دیگه زدیم خودمون یکی از دوستان گفت که آجی تو که چرا نمیای تو اینستا گفتم اینستا چی فلان اینجوری پول در میشه آور پول میشه در ورد از تو چه رفیقم داشتم که اون جز اولین اینستا کارهای استان فارس بود اسمش اسم محمد, محمد دمت گرم هر جا هستی سلامت باشی یه پیج داره به اسم آی سان اگه بچه ها پیگیرش باشن دیگه پیج سان. خیلی آره دقیقا خیلی پسر فوق العاده خوب آقا این به ما گفت که بیا تو کار بیا یه دونه پیج بزن پول در گفتم آجی من بیامم چهرم باید معلوم باشه باید بازیگری کنم قضیه ببین میدونی سوال برمیگرده که زمانی که ام... کی بود این بچه وزیره که معروف شد تو تایلند بودی حرفی زد ساشا صبحانی زمانی که ساشا صبحانی داشت اومد یه دونه صحبت کرد گفت آقا هر کی نداره بخوره بره بمیره <applause> ما اینو شنیدیم و خیلی به اونم برخورد خیلی عجیب غریب با بابا یعنی چی فلان اینا اومدیم یه کلیپ تنز روش ساختیم و اون گرفت البته آها آها اون زمانی بود این زمانی بود که کار من گرفت قبل از اون ده تا کلیپ ساختم که هیچ کدوم نمی گرفتم تا کلیپ ساختم که نمی گرفتن و... حال این کلا اینو یه نفر مستر بیست میگه که الان دیگه خفن آدم آدمه مثلا سوشال میدیاس می... میگه که تمام کسایی که میخوان بیان توی سوشال میدیا بدونین که ده تا ویدیو عملتون هیچ کسی نگاه نمیکنه آفرین 100 تا ویدیو مال من هیچ کی نگاه نمی میگه 10 تا رو گارانتی هیچ کسی نگاه نمیکنه میگه اصلا وقتی آفر. میگه خیلی میگه نه میخوام اینش عالی بشه میخوام گفتم الیتش این نکرده. میگه فقط بذار ده تا اول تو بذار بری توش از یازده شروع کن پختگی نداری میدونی مغزت کار نمیکنه تو ف... مجازی خوبی مجازی کار خوبی نیست اولش باید بگذار واقعا کلمه مجازی کار و نظر من یه دانشگاه باید براش داشته باشیم تو ایران که ندارم شاید خارج جدیدن داشته باشه آجی اینو بگم که آقا ما اومدیم چند تا کلیپ زدیم و اون یکم اومد بالاتر و چند از دوستامون گفتیم آجی شما بیاین جوین شین فلان خیلی خفن بتره کنیم و یه گروه ساختیم چهار نفره وسط های کاری که از بچه ها از ما جدا شد خلاص گذشت و گروه اومد بالا و یه میلیون پیج و صد کاسا به یوتیوب و خیلی خفن ترکونی و فلان و اینا تا یه داستانی من دیدم تو پادکست یه پادکست داشتی که از چجوری از 20 هزار دلار رسیدم به دو دلار یه همچین چیز 20 دلار دو هزار دلار به دو دلار آفرین اتفاق واسه منم افتاد یه روز چشار رو باز کردیم بچه ها خیلی قضیه طولانی ها با اونا من به هم زدم و از مثلا یه پیج یه میلیونی یه, س... یه... آ... یوتیوب صد کا با مثلا درآمد ماهیان حداقل صد میلیون همه چو گذاشتم اومدم رسیدم از صفر باز شروع کرد نه بابا آره آها آه پس برای همینه هم که, که وی... پس برای همینه که ویات به سابسکرایبر رب نداره فالوورات 117 هزار است ولی ویات مثلا مینیمم 700 آره. هزار تا است کمتر هم دارم ولی آره ببین میدونی نه اون به خاطر تجربه است یعنی به خاطر این نیست که حالا من خیلی آدم معروفی هم یکم تجربیات هم این وسط کمک میکنه که چیکار کنی که مخاطب دوست داشته باشه مثلا بپسنده بیاد بگه چقدر خوبه هرچند که من یوتیوب هم در بوداغونه اونم اون هم به خاطر همین قضیه اعتراضات محسا همینی که خیلی ترجیح دادن کار نکنن و آقا ولش کن کار نکنیم و اینا به نظرم تر... دیگه هر کسی ذهنیت خودشو داره نمیخوام کسی رو نقد کنم الان ما گفتیم که آقا این مشکل مشکل فرهنگیه بیایم یکم فرهنگ حالا تا اونجایی که شعور خودم میرسه که خیلی انسان باشوری هم تو این قضیه نیستن گفتم یکم فرهنگ تزریق کنیم خلاص ما کار کردیم و خب من تنز دوست داشتن دیگه ولی خب من سیزده تا 14 تا قسمت ساختم به اسم مرگ بر دیکتاتور که هنوزم تو کانالم هست اینا رو گذاشتیم و خب مخاطبا چجوری بهت بگم اونقدر ارتباط برقرار باش نمیکردن دیگه کانال یوتیوب هم یکم در داغون شده حالا امیدوارم یه چند تا کار جدید که بزنم اینا یکم روالش بهتر بشه آقا داستان یه طرف منم میتونم ازت سوال کنم نه سوال کن سوال کن آه آشنایی من توه تو همه چی هرچی واقعا اتفاق میفته هیچ نوع پلنی نداریم چجوری آشنا شدیم سایل یادت فکر میکنم من پیام دادم بهت اتاره فکر کنم بهم به پیام دادی گفتی یه پادکست با هم درست کنیم آ آفرین آف. قب... قضیه برای قبل از چیز بود قبل از محصول هم نه قبل از قبل از اینکه منو بگیرن وای اون چقدر داستان بالی حالا اونو برای تعریف کنم که منو گرفتن و چه داستانش تو قضیه برای اون باری که منو گرفتم برای قبل از محسا همینی بود که منو گرفتم چرا گرفتن؟ اون یه اول وایسا وایسا من خب بدم این, این اکانت چی شد؟ این اکانتی که توش یه میلیون فالوور داشت و اینا اینو با دو نفر بودین؟ همون دوستی که گفته بیا بیم کار کنیم؟ ما چهار نفر بودیم که یه نفرمون به خاطر حالا تقریبا میشه بگی به خاطر تفکر ابتدا داستان و بعدش به خاطر اینی که خودش کم کار شخصی داشت این سر گذاشت کنار رفت کلا بعد خلاص ما اومدیم و گنده شدیم و فلان احتمالاً حالا کسایی که اینو میبینن تو کامنت ها برات مینویسن ای این فلانیه این فلانیه <تصف> بعد خلاص ما اومدیم بالا و خیلی خفن هم داشتیم میترکندیم کلیت داستان جدایی ما این بود که آقا یه پروژه به ما پیشنهاد شد که من این پروژه رو دوست نداشتم پولش خیلی خفم بودا ولی آقا از یه جایی بود که من نمی... یعنی دوست نداشتم انجام بدم بچه گفتن انجام بدیم من مخالفت کردم و خلاصه یکم گذشت حالا میگم چرا این تیکش رو گفتم این اولین باره که اینو میگم بعد خلاصه گذشت و گفتم اون موقع تهران بودیم گفتم بچا من شیراز کار دارم بعد دو هفته برم شیراز چون خانواده‌ام یه مشکلی داشتم بعد اینجا می گفتم یه دو هفته سه هفته میرم گفتم اوکی تو شروع کننده داستان بودی بیا اینا رو امضا کن که تو شروع کننده بودی و میخوای بری الان گفتم اوکی بیارین امضا کنیم هرچی هم واسه گروه بود و گذاشتیم و اومدیم شیرازی دو هفته شیراز موندی برگشتم مثلا فکر کن ام... اومدم دو هفته شیراز مون دو هفته کمتر یه هفته شیراز بودم برگشتم رفتم تهران دیدم ای وای چرا قضیه متفاوت شده اون امضایی که از ما گرفتن و بردن پیش وکیل و میگن کل چیزایی که داری و باید تحویل بدی بری او دو درت گرم په آره خیلی بد خیلی منم اون موقع یه فازی داشتم که آره اینو رفیقا من ایبی نداره حالا اوکیه حالا فلانه حالا اینجوریه همه چی دادیم رفت میگم قضیه خیلی طولانی بگم سر درد میاد یعنی خیلی دیگه زیادی طولانی میشه نه اوکی میتونم بات... چون آدم توی شراکت خیلی بده چون من بابا حرف خیلی قشنگ میزنه گفت فقط همیشه دوستش میخوره چون کسی که نمیشناسی که نمیذاری کونت بذاره همیشه نگرانی فقط با دوستتی <تصفح> که ریلکسی اونا همیشه میذاره در چیسل این لفظای منفی رو میبندی یعنی بوق میذاری روشو یا نه نه آ نمیذاری نه از مامان عزیزم خواهش میکنم که اینو نبینه خونواده پیگیر همه کارامو هم رو میبینن بچه <applause> اگه بخوای میتونی بوغ بذاریم اگه دوست داشته دو باشی نه هر جور راحتی اصلا نمیخوام دخل و تصرفی تو داستان تو نه ما ما همه کارو میکنیم یوتیوب گیر میده <متصف> ولی چون الان نمیفهمه کاری نداره ما هم میذاریم ولی اگه یوتیوب یه روز بفهمه خب دیگه قطعش کنیم دیگه آره دقیقا خلاصه خیلی طولانی نکنم وضعیتو ببندم این حالا از کجا این داستان شد من رفتم و یکم شکایت و شکایت بازی شد ولی همون کسی که پیشنهاد کاری رو داده بود از نفوذش استفاده کرد دیگه قشنگ به قول شما در ما رو گذاشت و دیگه ما نتونستیم کاری کنیم فهمت. یادم یه بار من اینو داشتم واسه یه نفر تعریف میکردم برگشت گفت که او مگه یه اینستاگرام یه اینستاگرامر یه یوتیوبر قرار چقدر مثلا چیکار کنه که یکی نفوذ داشته باشه بیاد سمت ام ولی اینو بگم که مثلا تو انتخابات آخری ریاست جمهوری همینی که حالا ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ما شد آقای ابراهیم رئیسی ام ما یه پیشنهاد خیلی سنگین از یکی از رقیباش داشتیم خیلی هم سنگین بود ولی اونو اونم من مخالف سنگین بودم و انجام ندادیم حالا بیشتر مخالفت ها. نمیخوام بگم فقط از سمت من بود ولی خب کارهای این سبکی رو سعی میکردیم انجام ندیم کلا که یه همچین شخصی اومد یه همچین پیشنهاد گنده ای داد و وقتی انجام ندادیم خب به قول گفتنی ما رو کله پا کرد ولی خب به این ساده یا که نمیتونن ما رو کله کنن بعد یه سوال بعد تو اون <applause> <applause> اینستاگرام یه میلیونی و یوتیوب ست تایی تو بازیگر اصلی نبودی؟ آره همه... آره سه تا بودیم که همه بازی, بازی میکردن بازی ها بودیم آره آها، بعد الان یکیشون غیب شد ببین خیلی عجیب بود من رفتم اونجا و دیدم هیچ کاری از آن بر نمیاد هیچی الان هر تلاشی هم که بگی کردم و برگشتم و گفتم اوکی دوباره شروع میکنم دوباره انجام میدم اون موقع یه یوتیوب دو سکا داشتم یه پیج. مثلا نهایتا بیس اگه اشتباه نکنم برگشتم و خلاص بعد که ما برگشته بودیم چند تا ویدیو تو یوتیوب زدم همه 20 سیکا 30 کا حالا مثلا پارسال همین موقع یا پارسال مثلا اسفند سال 1400 هست بعد دیگه خلاص ویو ها خوب شد و همه چی داشت برمیگشت به سابق که دیدم آقا یه یه سری کامنت داره واسه من میاد چرا دوزی کردی پشمام ریخت بعد خلاص گفتم آجی دوزی کجا بود بیخیال خیال رفتم نگاه کردم اون دو نفره ویوشون خیلی اومده پایین مثلا اگه ویو من رو بیسکاه ویو یوتوب ویو یوتیوب صدکام رو سی سیکاه مثلا بعد دیدم آجی اونا برا ما هاشه در آوردن که این دوزی کرده رفته حالا ما ما هرچی التماس میکردیم آجی بیا وضعیت رو ببین یک کسی که مثلا یه میلیارد ازش دوزی شده تو تهران نمیتونه شده. زندگی کنه نه ببین من خیلی ساده باید بگم آقا میگن یه میلیارد دوزی شده این وسط حالا اینی که کی, کی دوزیده از کجا میشه فهمید یه نفرشون اومده تو شیراز داره توی خونه کوچولو زندگی میکنه یه دو نفرشون هم تو تهران توی خونه لوکسن و ماشین جدیدم خریدن و زندگی جدیدم دارن کدومشون دوزی کرده ولی خب اینجا ایرانه دیگه مثلا هر چقدر اون البته این دنیاست دنیای مجازی هر چقدر تو ولی حالا الان که خودت بری بالا خیلی حال میده. حالا وقتی که برسی چون, چون الان دیگه داری میرسی میدونی الان دیگه یوتیوب رو رانداخت. را الان یوتیوب چند هزار تا؟ من یوتیوبم نزدیک 60 کاه. ولی یوت... خب یکم ویو ام الان مشکل داره. اونها میاد بالا. اوکی یوتیوب 60 کا این 120 داره میره بالا دیگه. الان 10 درصد راه را رفت. ببین سویل یه کار حالا میگم اصلا از این آدمایی نیستم که بخوام تعریف از خودم کنم. ولی تا من جدا شدم خیلی ها گفتن که آقا به خاطر اونا رشد کرده بودی تو خودت تنهایی که چیزی نیستی من یه کانال دوم زدم تو چهار ماه کانال دوم رو کردم چلو پنگ چلکا ببخشی چلکا واو. که بعد از اون چهار ماه ولش کردم چلکا یوتیوب واقعا کار کمی نیست حالا تو نه خیلی کار قبلی من خودم گایدم شده بیست آره یعنی خیلی واقعا سخت زیاد داره فقط برای اینه که ثابت کنم که آقا من بدون اونام اوکیم اومدم این کارا رو کردم نه آره نه این هم میریم بالا اصلا دقیقا همین داستان واسه <applause> خود بکن خود مهمی آقا اه... یکم بحث این داستان ها رو بذاریم کنار یکم بحث جزا و والتر و خفنتر خب نه میخواستیم آه... من دوستم همشه آه، 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 یه دونه بایوگرافی از آدمایی که هیچ وجود نداره باشه این آدمه که یه چی هیچی برمده بعد الان دوست داری یا تنهایی یه بیوگرافی دو دقیقه اول بد آره آره آجی من تو روستا به دنیا اومدم یا روستا سمت تخت جمشید خیلی کوچولو چه زندگی باحالی بچگی یک... آف نه نه یک سالم که بوده اومدیم یه شهر به خاطر همون پیش های داستان میام توی شهر نزدیک به همون تخت جمشید به اسم تا 17 18 سالگی هم مردش بودیم بعد به خاطر همون پیشرفت و بهتر زندگی کردن اومدیم توی شیراز که مرکز استانه اگه شیراز حالا فکر کنم تا دیگه نتونی بیای ولی بچه هایی که این نزدیکی هستن حتما شیراز رو ببینن فوق العاده شهر خفنی من مثل تمام انسان های مثل 80 درصد ایرانی هم از قشر متوسط و متوسط نه بچه پایین بودیم که مثلا خیلی زرنگ و دعوا و اینجوری باشیم نه بچه بالا که مثلا خیلی پول دار 80 درصدی یعنی از اینا که مثلا سر کلاس دبیرستان چل نفری توی کلاس مینشستیم، پدرمون در می اومد. همیشه هم هر جا می رفتیم هم سال ما شلوغ بود همه جا صف بود مثلا جلو خلاص این گذشته و یعنی این شکلی که مثلا مثل من تو خیاط تو کوچه را می رفتم پنج تا مثل من بود بابام اشتباه می گرفت هم مثلا می گو تو پسر من نیستی تو یکی بیا داخل خونه اینجوری مثلا ما زیاد بودیم توی خانواده پر جمعیت و پر جمعیت نه متوسط شش نفر بودیم خلاص دیگه ابتدای راهنمای دبیرستان دانشگاه الان هم که دیگه یوتیوب و فلان و این داستان دوست دختر دارم یا نه دوست دارم دوست دختر داشته باشم تو یه سری مراحلی هم که آره جذبش کنم یه سری کلیپ دارم مهاش که دارم تو این کلیپ هم یکم این حرکت رو میزنم من اون کلیپ تو که دیدم که خیلی دوستشم میگفتی که همه میگین به دولت مثلا درست باش ولی همه دزدن همه کسیفن اونو من خیلی دوستوش. اونجا من عاشقت شدم اونجا گفتم که یه آدم باشور شما <applause> <applause> شعور که خیلی مهم نیست نه خیلی مهمه آدم اینجوری خیلی کمه بدبختی داستان سایل همینه یارو به طور مثال میگم یارو داشتم یه چیزی یه, یه یاروی داشت من صحبت میکنم گفت آره بابا اینا این مشکل آلودگی هوا فلانه گفتم آجی آلودگی هوا دیگه دست خودمونه که آلودگی چه میدونم <تص> ما سی در رفته بودیم تو کوتو خیابون توی بیرون از شب یارو انداخته تو شونه یه رو یه جوری داره میره به ما خاک میده پشمای آدم میریزه دیدم احساس مه هست <applause> آف ما احساس کردیم مه و نگاه که بابا خاکی فلا بگو دیگه این ربطی به اونا نداره که این فرهنگ خودته حالا من نمیتونم باور کنم که من 20 سال پیش بچه بودم همین صحنه رو دیدم. هنوزم هم همونه خارش سرویس پشم ریزون هم. حالا ببین من نیست چون مثلا منم تو دهات من کل ایران رو میگم دهات خب من نیست چون دهات ایران بزرگ شده بودم وقتی که اومدم اینجا چیز بودم خب فکر کنم فقط اینجا با کلاسه هنوز همه دنیا رو دهات میدیدم خب من رفت فرانسه موقع مثلا چرا یه سال و نیمش بود پره پنجره گرفته بودم تو اون سن فکر میکردیم مثلا بقیه دنیا چیزه خب؟ آره مثلا همین چهار سه سال پیش بعد آه، فرانسه آه. مثلا فرانسه از که از کانادا خیلی بنظرم مثلا با کلاس داره رفتم ام. فرانسه ام. بعد موموکو گرفتم بغلم از پنجره کردم بیرون مثل سگ میگم موموکو حالش رو ما تو کانادا و آمریکا از این کارا نمیتونیم بکنیم این کشور دواتی هر کاری میشه کرد بعد واسه خودم اشغال و یا راننده بهش گفت که مادر این تو بچه رو پلیس میگه رو میذاره بعد گفتم که ای جدی به جون گفتم ای مگه اینجا غیر قانونیه گفت من نه با تو سوار میکردم دیگه نخواستم برینم بهت سوارت کردم گفتم نه بابا گو خورد <تصفح> <تصفح> ببین یه سری آزادی تو ایران از آدم پشماش میریزه آره ولی خالی. چیزه مثلا فرهنگ هم خیلی مهمه دیگه یه جاهایی یه خیلی خفن بهت میده یه جاهایی هم یه جوری مثلا دهنتو میصابونه که ریزونه مثلا الان تنها تنها کشوری که احساس میکنم تو دنیا تو میتونی بری توی فروشگاه لپه یه بچه رو بگیر بگی گوگلی میخوای حسابازی برات بخرم ایرانه فقط ایران یعنی مامان مامان بابا هم نمیگن چه کار بدیه نکن بچه میخواد برات چیز آفره گفتی به امو مرسی مثلا یه بار یکی از آشناهای ما بچهش اومده بود و... یه بچه مثلا پنج شیش ساله داره بعد خلاصه این یکی از آشنای دیگهمون خواست اینو بوس کنه بچه گفت ببخشید میشه بوسم نکنی مامان خود بچه باش درگیر شد گفت یعنی چی یعنی چی بوسم نکن برو به مثلا فلانی بوس بود گفت به خدا نبا این کارا رو کنی ما ولی دیگه آزادی عجیبی داریم ما تو ایران ولی حالا این خیلی جالبه که ایران نمیره جلو خب مثلا من میبینم که ما تو 20 سالی که تو این کاناداییم چقدر عوض شده همین کانادا مثلا نسبت به همجنسگره ها نسبت به این چیز جدید که مثلا اومده نسبت به مولا نسبت به هندی ها که ترم مثلا چی بهشون میگه هندو بهشون میگه اینا که اینجورین یا هاشون از اینا میبندن نه اونا اسم دینشون اسمشون سیکه سیکا آره من همیشه زنم مثلا میگه که به نظر سیک میاد بهشون میگم من هندی نیستم بعد <applause> جدی <applause> سف... تو که سفیدی که نه مثلا مریض شدم سیکنس مریض شدم خانم میگه آها. به نظر سیک میای بعد میگم که من هندی نیستم ها ها الان فهمیدم الان فهمیدم سیک کلمه هندیه آها. بعد اونا توی دینشون نمیتونن موهاشون رو بزنن خب بعد موهاشون مثلا دو متر سه متره بر روغنی کثیف نه که کسیفه روغنی سخت مرتبش کنی شونش کنی مثلا کاری که میکنن دور سرش میپیچن بعد این رو عمامه رو میذارن که موه رو نگه داره بو نمیدن آجی <applause> نه نه بیسیشون هستن که مثلا خب تو قضا شاید. کاری زیاد میزنن یعنی همیشه دستشون, دستشون کاری و اینا بعد اونا اگه مثلا با اونا برین تو خونهشون بوی کاری میده ولی خب من خونه بالا 10 تا هندی رفتم که بوی هیچ چی نمیده بوی آره بوی خونه, تمیز خونه میده بعدش هم یه سادی دیگه کرده بودن یه جا یه سی از پیرترین آدمای رو کره زمین تو هندن بعد که رفته بودن نگاه کرده بودند به خاطر ادویه که میخورن چون همین ام. کاری یه نزدیک دوازه سیزده تا ادویه قاطی میشه میشه کاری او باشو. واسه همین این چیز خوبیه ولی خب یه خوره پشتشون حرف هست که مثلا بو میدن و اینا ولی مثلا ام. اونایی که میبینی بو میدن بد بو میدن ولی خب من همون میتونم بگم که ایرانی که بو عرق میدن خیلی بدترن به نظر من خیلی سنگینه یعنی مثلا... تحمل ناپذیر میدونی مثلا بوی چه میدونم نعنا بهتر از بوی عرق دیگه حالا یا رو بوی مثلا نعنا نمیده بوی ادویه کاری دیگه آره حالا از بوی کاری دیگه بعد بدون بوی کاری بدی خب بهتره ولی من مثلا بعد نمیفهمم مثلا یه پسره بود میاد خونمو بعد کفششو در میورد خونه بوی مثلا جوزا میگرفت اصلا نمیتونی باور کنی و یه روز بهش گفتم من نمیشه به خانومم گفتم آقا به این بگو همه چی اوکیه و این حرفا ولی جون مادر ما خفه میشیم بعد من گفت چیکار کنم گفتم آقا هر شب پاتو تو بشور قبل از اینکه میخوابی از که میای تو کفش تو الکل اسپری کن به پاتم الکل الکل بزن برای مثلا چه یه ما این کار کرد بوش خود درست شد چه بال چه بال. آره آز, از بیرون که میومد پاشو الکل میزد کفشش هم الکل میزد بعد شب که میخواد بخوابه میشست پاشو صبح که بالا میشد دور الکل میزد پاشو میکرد تو کفش ایرانی بود آره آها من دیدم تا حالا کسی دیگه ای پاش بو بده این خیلی جالبه همیشه فکر میکردم که کسایی که میرن خارج خیلی بدون تعارفن حالا میگه باشه کم تعارف داشتیم چیزه برام عجیب غریبه این مثلا به خاطر این میگم که سایل ما مثلا یه بار رفتیم تهران خونه یکی از بعد خون خونه پدری یکی از بچه ها یعنی خونه خونوادش بود خونه خودش نبود بعد همین داستانه قریب به وقوع احتمال داشت پیش بیاد چون یعنی یه کسی با همون بود که کفشش خیلی بو میداد ما میدونستیم بعد به این پسره گفتیم گفتیم آجین این کفشش خیلی بو میده زایی از جلو میخوایم مثلا یه حرکتی بکنه گفت نه اوکی مامانم اوکیه گفت ای پشمام یعنی چی مامانم اوکی دم در ورود خواستیم بزنیم آجی با لگن آب و کلور اومد جلومون اینه استخره هست با تو رو کلور میری مثلا تو خود کفشا <Abi> <counting. تصح família> رو در من من التماس کنم به خدا من کفشم اوکی فعلا نه پاتو تو بذار این به خاطر تمیزی خونه اینجوریه البته اون مامانشم از این چی بهش میگن او سی دی بهش میگن چی میگن اینا که با جر مشکل دارن اینو بود من تو یه چیزای کوچولو دارم ولی در این حد دیگه نه نه ما بچه که بودیم بابام یه فک و فامیل داشت بعد کاملا کسخل بود که میدیدی میفهمیدی که مثلا یارو داره زج میکشه که تو این دنیاست تو کیفش مثلا هفت دستکش داشت بعد یه دستکش داشت که دستکشاشو باهاش ور میداشت یعنی کیفو بجونه فکر کن کیف اول باز میکرد اون دستکش رو دستش میکرد بعد دستکشی رو که مال دست مال زیرش بود و در می آورد بعد دستکش رو در می آورد اون یکی دستکش هم دستش دستمال رو دست مالو میکند میذاش زیرش و صندلی که بشینه بعد میشه بعد دستکش رو در می آورد تو تو کیسش میذاش توی دست کیفش خب و من که این صحنه رو دیدم گفتم خیلی خوب پس ما این جین کسخولی رو داریم من اگه حواسم نباشه بهش میشم این بعد مثلا نشسته بودم یهو میدم یه, می یه خود آب ریخته رو میزم بعد میدم رو اعصابم گفتم بذارم تمیزش کنم گفتم اوه نه اینو تمیز کنم آخر به دست گرفتم بعد یه رو میریختم رو میز بعد مغزم ارور میداد گفتم نه تحمل کن تحمل کن خونه میشاشیدم رو میز سر اینکه مشکلم بجنگم مثل 50 سنت یه حرفی داره میگه که اگه بخوای چی با یه ترست مقابله کنی بدترین کار رو انجام بده یا میکشی پایین میرینی وسط خونه سر اینی که من آسیدی نیستم بابا آسیدی او باش اوکیه مامانت زن دقیقه همه التماس کنن تو رو خدا ما اینو قبول داریم تو هر چی هستی قبول فقط نرین کف خونه ما یه رفیق هم داشتیم تو مثلا سالگی مثلا می اومد بعد نیم ساعت که بیرون بود بوی جزام عرق می گرفت یعنی آخ, آخ آخ بعد مثلا ما با این فکر کن هر پنجشنبه و جمعه و شنبه می رفتیم پارتی واقعا هم بو گم می داد با نمی دونستیم چیکار کنیم هر که مثلا به هر کی می گفتیم مثلا بابا تو این بوی رو می فهمیم آخ آره بگاه رفتم بعد هم می دیدی که همه شاکی هم. یه روز آه. من نشستم بچه ها جمع کنم این یارو رفیق ماه دیگه خب ما با باید به رفیقمون با راستش رو بگیم دیگه ما داریم زج میکشیم اون بو گو خب چه مسخره بازی بی بهش بگیم بعد بچه ها قبول کردن دیگه چیز کردیم مثلا شرطی انداختیم افتاد به مثلا فلانی بعد بهش بگه دیگه اون رفت بهش گفت و گفت آقا خواستی طرف بچه اینو ببین خیلی بو عرق میدی بعد میگم نه من بو نمیدم بعد من گفتم بعد, بعد دیگه من اونجا بودم گفتم که ببین تو ما مریض میمون کس چه نه ما داریم زج میکشیم قد شروع کرد دوش گرفتن بوش رفت یعنی ما به هر کسی که تا الان بو میداده گفتیم فقط وقتی خوش تنزگره رفته بوی گند بدن بوی گند بدن مثل بیشعوریه بقیه رو میکنه خودتون نه از جمعه بود اینو از تو ویدیو کوتاه کلیپی که از این میخوایدی ویو میخونه از این راست میگی، اینو, اینو اولش من میگم با چیز تا هم شد ادیتور اینو لطفا شورت کن ام. چیز آره بعد دیگه بهش گفتیم درست شد واسه همین آقا جون مدت از خودتون تکر کنین این اسپری زیر بغل رو نداریم پولم اوکیه آه کسی زیر بغلش بومیده الکل خیلی کمک میکنه <تصفح> الکل آخه بگم اینا همش میکروب و مثلا باید چیز باشه دیگه یعنی اینی که بوی بد میده به خاطر باکتری ماکتری خاصیه دیگه ببین من یه تجربه شخصی رو بگم پشمات بریزه من زیر بغلم بو نمیده خب نه بو نمیداد تا چهار آه. سال پیش یعنی زیر بغلم چوس عرق کنه لباسم سفید بشه میدوسی بیا لیس بزنی هیچی بو نمیداد خب اصلا <applause> همه دوستا همیشه مسخره میکردن شوخی میکردن چه جوری میشه که تو انقدر خیس عرق بشه ولی هیچ بو نمیدی من اینجا عرق کنم مثلا بعد من با النا که دوست شدم خانومم احساس کردم که اگر به زیر بغلش مثلا نرسه بو میده خب یعنی <applause> فهمیدم که خب مثلا این همیشه خب همون میکنه و اینا ولی مثلا یه شب مثلا صبح از خواب بالا مثلا میبینم یه خورده بو هست بس میام خب خود همون خوشو تعویض میکنه ولی خب من فهمیدم که این زیر بغلش کسیه که بو میده اگه عرق کنه و به خوش نرسیده باشه بعد من الاغ گوسفند یه روز تو همومش بودم این یارو مام زیر بغلشو ورداشتم مالیدم زیر بغل خودم بعد ای. ناراحتم بودم که یه وقت نکنه بی کنم به النا مثلا موی به بچسبه بهش بعد باکتریای کیری اون رست رسید به من منو گاییده شدم آه. بعد یه چهار اچهاتو پیش من نشسته بودم یه روز بعد من نیست خودم بو نمیدادم بوی خودم الان خودم میفهمم واسه همین حداقل این رو حد دارم که اولین کسی که میفهمه خودمم واسه همین کسی زیاد بوی من ولی اون داستان بیشوری او نیست <applause> و 36 سال بو نمیدادم یعنی اصلا تو خودم الان چشم باز میکنم باید بودم باعت برم الکل بزنم بعد بشونمش بعد فاکین دوباره الکل بزنم وایس بپره بعد آخه شما که کانادا این که باید اوکی باشه که کانادا سرد اونقدر عرق نمیکنی میگم دیگه داده یه باکتریه یه باکتریه بوه زیر بغله دیگه تا عمر داری بیناموسی